همه ما سعی میکنیم از خودمون مراقبت کنیم، اما بدون اینکه متوجه بشیم با بعضی عادتهای اشتباه سلامت خودمون رو به خطر میندازیم. این عادتهای اشتباه چی هستن؟ شماره 10، نادیده گرفتن چراغ‌های هشدار دهنده داشبورد. چراغ‌های هشدار دهنده برای این در خودرو تعبیه شدن که مشکلاتی که تو خودرومون پیش میاد رو به شما اعلام کنن. هر کدوم از این چراغ‌ها مثل چراغ روغن، چراغ تک، چراغ باتری یا آمپر دمای آب و چراغ‌های دیگه هشدار میدن که مشکلی در خودروتون هست یا در حال وقوعه. بعضی از ماها بدون توجه به این علائم و هشدارها به رانندگی ادامه میدیم که ادامه دادن با این وضعیت میتونه برای خودروتون خطرساز باشه و هزینه های زیادی رو در پی داشته باشه. شماره 9، گرم کردن موتور سرد. شاید عادت داشته باشید یه موتور سرد رو به سرعت گرم کنین. مثلا توی یه صبح سرد زمستونی سعی میکنید تا سریعاً موتور رو گرم کنید. این یه عادت وحشتناکه. تغییر دمای ناگهانی باعث انقباض و انبساط اجزای داخلی موتور میشه و فشار زیادی رو به قطعات وارد میکنه. بهتره برای گرم کردن ماشین حدود 1 الی 3 دقیقه با دنده سنگین شروع به حرکت کنید. شماره 8، استفاده از دنده به عنوان تکیه‌گاه. اکثر ما عادت داریم حین حرکت دستمون رو روی دنده بذاریم. وقتی این کار رو انجام میدیم باعث میشه یه وزن اضافی روی دسته دنده اعمال بشه. این سبب سایدگی پیوسته دندانه دو شاخه انتخاب میشه. شماره 7، تعویض نکردن به موقع روغن موتور و استفاده از روغن نامناسب. حدود 40% افراد به تعویض به موقع روغن موتور اهمیت نمیدن. بعضی از این افراد هم از روغن‌های نامناسب و ارزانی برای موتور استفاده می‌کنند. روغن موتور باعث میشه عمل روانکاری بین قطعات داخلی انجام بشه و باعث میشه اصطکاک بین قطعات به کمترین حد برسه و حرارت رو کاهش بده. این مایع همانند خون در رگ‌های بدن انسان هست. عدم توجه به تعویض به موقع روغن موتور باعث کاهش عمر موتور و حتی سوختن اون میشه. شماره 6، بی توجهی به تعویض تسمه تایم. به طور ساده تسمه تایم با هماهنگ کردن سرعت چرخش میل‌لنج با میل سوپاپ زمان باز و بست سوپاپ ها را تنظیم میکنه. این تسمه باید در فواصل منظمی بین 3 الی 5 سال یا 160 هزار کیلومتر تعویض بشه. اگه به تعویض این تسمه بی توجه باشیم، در صورت پارگی پیستون ها به سوپاپا برخورد می کنن و باعث کج شدن اونا میشه و موتور داغون میشه. شماره 5، درزا کار شدن طولانی ماشین. یکی از عادت های غلط که بین اکثر صاحبان خودرو رواج داره اینه که اجازه میدن خودرو به مدت طولانی در حالت درزا کار کنه تا موتور گرم بشه. اما این یه روش غلط برای گرم کردن موتور و اجزای اونه. چرا که با کار کردن درزای خودرو بیش از حدود 1 دقیقه موجب رقیق شدن روغن موتور میشه و احتمال مخلوط شدن سوخت رو بالا میبره. با این کار سوخت بیشتری به محفظه احتراق ارسال میشه و باعث افزایش مصرف سوخت هم میشه. شماره 4، رانندگی با دور موتور بالا. بعضی از افراد عادت دارند تا به موتور فشار بیشتری وارد کنند و دور موتور را بالا ببرند. حرکت با دور موتور بالا موجب مستهلک شدن رینج ها میشه و عمر اونا رو کوتاه میکنه. مستهلک شدن رینج ها موجب میشه تا عمل نشت بندی به درستی انجام نشه. علاوه بر این که کمپرس موتور به زیر پیستون ها میره،
بلکه باعث میشه تا روغن به اتاقک احتراق راه پیدا کنه. شماره 3، شتاب با دنده نامناسب. اگه سعی میکنید با دنده بالا سرعت کم داشته باشین، یا اینکه در دنده پایین دور موتور رو با فشار به پدال گاز بالا ببرید، فشار خیلی زیادی رو به موتور خود رو وارد میکنید. در اصل با انجام این کار موتور رو وادار میکنید تا از اجزای خود سخت کار بکشه و شدیداً تحت فشار باشه. این کار علاوه بر بالاتر میزان مصرف سوخت، سبب از بین رفتن و سایش اجزای داخلی موتور میشه. شماره 2، رانندگی با بنزین کم. هیچ وقت سعی نکنین با خودرویی که داخل باج سوخت کم داره و چراغ بنزین اون روشن شده رانندگی کنین. پمپ بنزین خودرو برای سرد شدن نیاز داره خودشو با بنزین سرد کنه. در صورت کم بودن بنزین، پمپ نمیتونه به درستی خودش رو سرد کنه و باعث گرم شدن اون میشه. در نهایت به سوختن پمپ بنزین منجر میشه. از طرفی وقتی داخل باج بنزین کم باشه، ناخالصی های بنزین وارد فیلتر میشن و باعث گرفتگی اون میشه. این گرفتگی باعث مشکلات متعددی از جمله ریپ زدن در خودروتون خواهد شد. همیشه سعی کنید حدود 15 لیتر بنزین داخل باج وجود داشته باشه. شماره 1، بار زدن بیش از حد. همه ما وقتی به مسافرت با خودروی خودمون میریم، کلی وسایل با خودمون برمیداریم و سعی میکنیم این وسایل رو در خودرو جا بدیم. حتی بعضی از افراد روی سقف باربند نصب میکنن و ماشین رو تا ته پر میکنن. خودرو برای اینکه بتونه به این بار اضافی غلبه کنه، باید با توان بیشتری کار کنه و فشار زیادی روی موتور اعمال میشه. در نتیجه این فشار دما بالا میره و دمای بالا سبب آسیب موتور خودرو میشه. به غیر این، به ترمز و سیستم تعلیق فشار بیشتری وارد میشه. این 10 تا مورد از عادتهایی بودن که اکثرمون اونا رو انجام میدیم. اگه میخواییم طول عمر خودرومون رو افزایش بدیم و از هزینه های اضافی جلوگیری کنیم، باید این عادتهای اشتباه رو تکرار نکنیم.